فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری سلام کردن و علیکم السلام و فرمودن که من چند مدتی پیش یک گوشی موبایل پیدا کردم و آن رو برای خودم نگه داشتم، دستتون درد نکنه، و الان پشیمان شدم، هیچ گونه نشانه من صاحب گوشی ندارم، حالا باید چیکار کنم؟ در مورد چیزهای گمشده‌ای که یک شخصی اونها رو پیدا می‌کند، هم از این که هر چیزی باشه، گوشی موبایل باشه یا مبلغ پول باشه یا چیزی دیگر، حکم شرعی در این زمینه این است که این فرد باید اعلام بکند یا اطلاعیه پخش بکند و که من فلان چیز، یک چیزی را، گمشده ای را، فلان چیزی را مثلا من پیدا کردم، مبلغی پول هست یا یک گوشی هست، هر کسی مشخصاتش را بدهد یا مال اون هست میتوند بیاد از من تحویل بگیرد. این اساسی ترین حکمش در این زمین این است که حتما باید اعلام بکند که فلان چیز گمشده را من پیدا کردم، اگر صاحبش کی هست بیاد و از من تحویل بگیرد. خب این مرحله اصلی هست که باید انجام بده و اولین گامی هست که این باید بر داره. بالفرض که اگر بعد از مدتی طول کشید، یک سال مثلا یا 6 ماه یا کمتر یا بیشتر، به صورت این که نامی شد که این کالا را، این پول را یا این گوشی را مثلا صاحبش پیدا نمی شود، بعد از این چیکار بکند؟ این اختیار دارد که این را هدیه بدهد به یک کسی دیگر، صدقه بکند که مثلا ثوابش برسد به صاحبش، یا این که به یک انسان مستمند مثلا این را بدهد، یا این که این را خودش استفاده بکند. هر دو صورتش جایز است، به یک فرد دیگری بدهد که استفاده بکند، یا این که خودش از اون استفاده بکند، جایز هست، منتها به شرط این که قبلا اعلام کرده باشد که فلان چیز رو من پیدا کردم، اگر صاحبش هست باید به اون بدم. و اگر بعدن فرض بکنیم که این اعلام کرد، صاحبش پیدا نشد، الان خودش استفاده کرد، یا این که مثلا اینو بخشید به یک فرد دیگر، بعد از مدتی صاحبش اومد و خبر شده بود که بله فلانی مثلا گوشی موبایل منو پیدا کرده، الان اومد مثلا گوشی موبایل از دست شما مثلا بگیرم، الان ولو این که شما این گوشی رو هدیه داده باشید یا اینو فروخته باشید یا صدقه کرده باشید، به نیت خود این شخص بازم از نظر شرعی مکلف هستید که معادل قیمتش رو، عینش رو اگر وجود داره، یا معادل قیمتش رو باید به اون صاحب اصلیش برگردونید، در صورتی که صاحبش پیدا شد. اما در صورتی که شما یعنی این گوشی رو پیدا کرده بودید، کتمان کردید، اینو اعلام نکردید به صاحبش و الان میخواید بر بگردانید و نمیدانید که صاحبش کی هست و شاید از اون فراموش کرده یا مسافری بوده در شهر شما اومده، الان نمیتونید و به اون دسترسی ندارید، حکم شرعیش این است که شما حداقل به مبلغ قیمت همین گوشی صدقه بدهید به نیت همون صاحب گوشی که مثلا شما پیداش کردید، این صدقه به اون میرسه و به این صورت شما هم بری و زین بخورید.